درود بر شما، ملیحه فرهمندم. مجله و تلویزیون پیام جوان مهرگان رو که جشن عشق، محبت و پیوند هاست جشن گرفته و حضور هنرمند مردمی چون آقای مرتضی در این جشن عجیب نیست. از فرصت استفاده کردیم تا نشست و گفتگویی با ایشون داشته باشیم. آقای مرتضی، با سپاس زیاد که دعوت ما رو پذیرا شدید. لطف دارید. خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم، مهرگان رو به همه ایرانی ها تبریک میگم و آرزو میکنم که انشالله بشه روزی باشه که بتونیم در مملکت خودمون، زیر آسمان خودمون، با هموطنان خودمون این جشن رو دست جمعی برگزار کنیم. آقای مرتضی، نحوه کار شما مختص به سن و سال به خصوصی نیست و شما شادی، نشاط به وقت‌های ما آوردید. یک زمانی مهمانی‌های ما بدون آهنگ قطار قطار شما که تم بندری و کردی داشت و یادآور دلاوری‌های دلاوران ایران بود، بدون اون امکان پذیر نبود، یا آهنگ هایی چون بلال بلال و سایر آهنگ هایی که شما دارید. در تمامی کارهای شما فضا و خلق و خوی ایرانی مشخص هست و حتی زمانی که به آمریکا تشریف آوردید این چارچوب رو همچنان حفظ کردید در موسیقیتون و همینطور با بازخوانی که روی آهنگ های محلی ما گذاشتید، به خصوص به ذوق و سلیقه جوانان شما توجه کردید و این آهنگ ها رو زنده نگه داشتید. حتی در یکی دوتا اونها دیدم شما کر رو، گروه کر استفاده کردید و به خصوص در ویدیوهایی که تهیه میکنید اکثرا دختران ایرانی رو استفاده کردید و نه مانکن‌های آمریکایی رو، و این مشخصه ویدیوهای شما هست و اون رو مجزا میکنه با کار سایر هنرمندان ما. من میخواستم ببینم که آیا اینها تصادفی بوده و یا اینکه این نحوه کار و ویدیوهای شما نمایان گر ارق ملی شما هستش. حالا اون چی که مسلمه، اصولا هنر در هر جامعه‌ای نشأت میگیره و تأثیر میگیره از وقایعی که در جامعه اتفاق میفته. اینه که ما هم به هر حال هنر موسیقی هم از این جدا نیستش. ما هم در شرایطی هستیم که باید به خیلی مسائل بیشتر توجه کنیم در شرایط فعلی اجتماعیمون. سنت هایی داریم که باید بهش توجه کنیم، مثل همین امروز که خب مهرگان رو برپا کردیم. شاید تو ایران انقدر جشن نمی گرفتیم که الان خب نسل که خارج از کشور هستش انقدر به این مسائل بیشتر توجه داره. منم وقتی که وارد امریکا شدم فکر کردم که خب یکی از کارهایی که باید انجام بدم موسیقی فولکلوری که دیگه داره از بین میره. اصلا خب اون موقع 34 سال پیشتر من اومدم به امریکا به علت اینکه خب در مملکت خودم امکان فعالیت نداشتم. اومدم به امریکا و موسیقی اصولا اون موقع در داخل کشور اصلا از بین رفته بود. موسیقی فولکلوری که میراث فرهنگی ماست سعی کردم که با دایه دایه اولین آلبومم بود، بعدش خب انارانا رو، تعداد زیادی از این آهنگ ها رو در حد توانایی خودم بازسازی کردم که البته همکارای منم تعداد زیادی از این آهنگا رو بازسازی کردن. ویدیوهایی که پخش میشه، سوال کردین راجع به ویدیوها، نه صرفا به خاطر اینکه فقط از هنرپیشه‌ها یا رقصنده‌های ایرانی استفاده بشه. خب طبیعتا خیلی رقصا رو و اون هنر رقص رو امریکایی‌ها خیلی‌هاشون نمیتونن انجام بدن، ولی خب بعد از گذشت زمان که با قاطی شدن با خواننده های ایرانی و موسیقی ایرانی و جامعه ایرانی در واقع خب یاد گرفتن. ولی ویدیوها به نظر من یک مقدار باید محتوایی داشته باشه که این نسل جدید وقتی که نگاه میکنن یه چیزی رو از گذشته یا از زمان حال یادآوری بشه براشون، یا ببینن توجیه بشه براشون توی این ویدیوها. مثلا اگر
فرض کنید من موسیقی لاله‌زار رو ویدیو کردم، شاید یه علامت سوالی باشه که بپرسن لاله‌زار تو ایران کجا بود، تهران کجا بود، یا مثلا قبلا فیلم ها رو چطوری نشون میدادن. شاید نسل جدید ندونن که یه بلیت میخریدن میرفتن سه تا فیلم نگاه میکردن توی سینماها، بعضی اصلا قضا میبردن توی سینما، پتو پم میکردن، 6 ساعت 7 ساعت توی سینما بودن. بله خب این چیزا بوده دیگه. در یا مثلا لیلی رو که من درست کردم، خب به هر حال یه سنتی از ایرانی‌ها رو نشون میداد که خب یه زن ستیزی بود که چطور زنها اهمیتی در اجتماع نداشتن، میبردن به خانه‌ها همینطوری هدیه میدادن و چطور زنها میتونن مبارزه کنن و حتی دست رد به خان بزنن، پاشن برن دنبال اون ایده های خودشون و عقاید خودشون. به هر حال ویدیوهای دیگه هم که درست کردم کمابیش، البته خب در حد تواناییم، سعی کردم که پیامی داشته باشه. آهنگ هایی که خوندم مثلا اوائل 34 سال پیشتر که من وارد امریکا شدم، همین قطار قطار و اون آهنگ ها رو که صحبتشو میکنیم، مثلا آلبوم جنگ بوده، قبلش آهنگ آلبوم هیمه بوده، دایده بوده و آلبوم های بعد، اینا یه پیام های اجتماعی داشته. اون اوائل انقلاب خب سایه جنگ بر سر مملکت ما بود، خیلی از جوانای ما خب کشته شدن. این موسیقی های اعتراضی که میخوندیم خب به خاطر مخالفت با جنگ بوده، به خاطر مخالفت با اختناق بوده، و بعد هم هر مسئله‌ای که در اجتماع اتفاق میافتاده کارهای من از اونا نشأت گرفته. شعر ترانه های شما مثبت، ساده، روان و عاشقان است. دلم از دیدن تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمون دیر نمیشه، یا وقتی روز لباس شب تن میکنه چشم تو خونم رو روشن میکنه، یا دنیا همش رنگ و رنگ، بهار و پاییزش قشنگه. آیا فکر شما در ساختن شعر این ترانه ها مؤثر بوده یا اثرگذار بوده، و در مجموع شما چگونه آهنگ های خودتون رو انتخاب میکنید که با اونچه که ارائه دادید و همینطور کار اجتماعی که همیشه مد نظرتون بوده بخونه؟ ببینید اصولا همونطوری که عرض کردم، هنر نه فقط موسیقی، هر نوع هنری در اجتماع وقتی که از دل مردم سرچشمه میگیره، طبیعیه که خب به دل مردم هم میشینه و هرچی کلام ساده تر باشه فراگیرتر میشه. من اصولا خودم مخالفم با اینکه یک ترانه‌ای بخونم که متوجه نشن مردم، یا دایره المعارف بخوان دنبالش بردارن را بیفتن. من دوست دارم که زیبایی کار در سادگی باشه. اصولا من خودم چون کار طراحی و دیزاینم انجام میدم، سادگی رو اصولا من میپسندم برای همه چی، که زودتر پذیرا باشن، مخصوصا نسلی که الان از ایران خارج شده، چند میلیون هستن که خارج از کشور زندگی میکنن. بچه های اینا ممکنه در داخل اون فرهنگ رشد نکرده باشن، سادگویی و راحت پذیری براشون خیلی بهتره در این حالی که محتوایی داشته باشه. من خیلی از کارا رو خود من ننوشتم، من خب طبیعیه که از شاعرهای دیگه، از آهنگسازهای دیگه کمک گرفتم و استفاده کردم. من در طول این 34 سال گذشته تقریبا حدود 40 تا از آهنگامو، شاید حالا یه ذره بالا پایین، خودم ساختم و اخیراً اشعارش هم بیشترش رو خودم نوشتم. آلبوم قبل سپاسگزار و این آلبوم جدیدم که به زودی به بازار میاد به اسم ثروت، اینا اشعارش هم شروع کردم خودم نوشتم. و من معتقدم که مردم باید متوجه بشن و فوری بگیرن مسئله رو، مخصوصا در شرایط عادی حال که تعداد تلویزیون ها خیلی زیاد شده، مردم امکان اینو ندارن که همه تلویزیون ها رو ببینن. شاید یک بار به طور گذرا آهنگ یک خواننده ای رو از تلویزیون گوش بکنن و اون یک بار باید اثر خودش رو بذاره. همونطور که گفتم خدمتتون، کار شما مختص سن به خصوصی نیست. برخورد نسل جوان با
با آهنگ‌های شما چگونه است و استقبال مردم از آهنگی چون توی آتش خون دنیا رو قربون چه ارزون شده جون، که مشکلات جامعه جهانی رو شما در حقیقت مطرح کردید، نه تنها جامعه ایرانی رو. آیا جوانان به دنبال آهنگ‌های با چنین متن‌هایی هستند و برخوردشون با این آهنگ چه بوده؟ اتفاقا به مسئله جالبی اشاره کردیم. من چند وقت پیشتر توی فیسبوک که خب دوستان برای من چیزایی میفرستن، محبت دارن خیلی زیاد، دیدم یک دوتا کلیپ برام فرستادن که 3-4 تا دختر بچه 7-8 ساله آهنگای منو خوندن. یک کلیپ برام فرستادن یه دختر 3 ساله که هنوز زبون درست حسابی هم نداشت، تمام آهنگ لاله‌زار رو خونده بود. باز چند تا کلیپ دیگه فرستاده بودن آهنگ آهو. و من دیدم که اگر که واقعا یک اثر هنری، حالا موسیقی یا هر شعر یا تابلو یا هر چیز دیگه، بتونه در جامعه نفوذ کنه، میتونه نسل‌ها رو کاور بکنه. و من خوشحالم که نسل‌های جدید هم باز به این، فرض کنید آهنگ آهو رو من 30 سال پیش 25 سال پیشتر خوندم، ولی یه بچه، دختر بچه 7 ساله میاد و میسه میخونه. معلومه که این در بطن اجتماع اثر گذاشته. یا مثلا آهنگی که شما اشاره کردیم بهش توی آتش خون صاحب، که یکی از کارهایی که واقعا خودم خیلی دوستش دارم، این تقریبا یه دید گسترده تری داره به اون موقع. خب خاورمیانه بسیار بسیار در تلاطم بود، الان که در تلاطم دنیا خیلی بیشتر شده و جنگ و کشت و کشتار فراگیرتر شده، و من به اندازه خودم، به اندازه یک انسان در این دهکده جهانی، اگر بتونم یک اثر کوچیکی بذارم در اجتماع، بسیار خوشحالم. خب از خانه فرهنگ ایران برامون بگید، این خانه چطور تأسیس شد و به چه نحوی کار میکنه؟ ببینید، در طول این 34 سالی که من در خارج از کشور هستم، بارها جلساتی تشکیل شد، گرد همایی‌هایی بود که خانه فرهنگ ایران رو درست بکنن. متاسفانه بعضیشون که خب یه مقدار نمیتونم بگم کلاهبرداری، یا به هر حال کار اشتباهی بود، پولای مردم رو گرفتن ندادم. بعضی از اینا رو از من دعوت کردن که برن. به هر حال این آرزوی یک جامعه که در قربت زندگی میکنه که گرد همایی‌هایی و یک سازمانی برای خودشون داشته باشن. ما ایرانی ها این اقلیت بودن رو تجربه نکرده بودیم هنوز، و الان که خب 30 و چند سال از انقلاب میگذره، چند میلیون ایرانی خارج از کشور است، یواش یواش این لزوم این گرد همایی ها و پیوستگی ها رو الان حس میکنیم. و با اینکه ما جامعه خیلی ثروتمندی هستن ایرانی ها در خارج از کشور، متاسفانه هیچ وقت نتونستن که یک سقفی برای خودشون درست بکنن. من یک استودیوی خریدم حدود 12 سال پیش، استودیوی خیلی بزرگی بود و سالن بزرگش رو تبدیل به خانه ایران کردم، اون چیزی که آرزوی من بود. درسته که از نظر مالی برای من خیلی خیلی سخت هست و مشکل هست که اینجا رو بگردونم و بکشونم، و متاسفانه خیلی ها از ایرانی ها نمیان به من کمک بکنن، شاید به دلایل گرفتاری یا هر دلیل دیگه. این یک سازمان بزرگیه که یه نفر آدم نمیتونه بگردونتش، ولی خب به هر حال من در حد توانایی اینو گردوندم. خانه فرهنگ و هنر ایران در اونجا تا اونجایی که میتونیم برنامه های قومی، سنتی و میهنی رو انجام میدیم، که این سنت هایی که جشن هایی که از یاد رفته، مثل یلدا، سده، مهرگان و جشن های ماهیانه ایرانی ها که در هر ماه برگزار می شده، که دیگه واقعا یواش یواش به فراموشی سپرده شده، اینا رو سعی می کنیم که زنده نگهش داریم و بتونیم بزرگداشتی بذاریم برای کسایی که در طول چندین سال گذشته در جامعه
کارشون اثرگذار بوده، خدمتی کردن از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری، هرچی. به هر حال این نوع فعالیت ها رو اونجا انجام میدیم و من از مردم میخوام که واقعا بیان و کمک بکنن، چون یک دست صدا نداره و باید با همیاری همه مردم باشه. از چه سنی شما خوندید و چگونه وارد رادیو، تلویزیون و سینما شدید و اولین آهنگ شما چه بود و آهنگساز و ترانه‌سرای اون که بودن؟ والا وارد سینما که من نشدم، از نظر موسیقی وارد سینما شدم، موسیقی مد خوندم. من حدود فکر میکنم 17 سالم بود که اولین بار روی صحنه یه ارکستر اختصاصی خودم رو داشتم و اولین بار در سن 1347 که دیگه خیلی قدیمی میشه، 1347 17 سالگی من روی صحنه برنامه گذاشتم. بعد برخوردم به عشقی که به موسیقی داشتم، برخوردم به آقای حسین واسقی. اولین آهنگی که خوندم در یک استودیوی صدا برداری بود که امکانات استودیو خیلی خیلی ضعیف بود، خواننده هایی دعوت کرده بودم بخونن برای یه فیلم، کارگردان نپسندید. به هر حال من خواهش کردم از آقای واسقی اجازه داد که من خوندم این آهنگو و پسندیدن. این آهنگ مال یه فیلمی بود که توقیف شد و هیچ وقت پخش نشد، اسمش قزاق بود. و از اون به بعد با آقای واسقی فعالیتمون رو شروع کردیم. تقریبا میتونم بگم که حدود 50-60 آهنگ در متن فیلم‌های فارسی خوندم. اولین آهنگی که به طور رسمی از رادیو تلویزیون از من پخش شد در فستیوال فریدون فرخزاد میخک نقره‌ای بود. تقریبا اون موقع یه حالت تالنت شو ایشون داشته، من فکر کنم اولین باری بود که این کارو کرد، نمیدونم شاید در دنیا بوده، نمیدونم. به هر حال ایده های خیلی خوبی داشت آقای فرخزاد. من در اون فستیوال اول شدم بین 14 تا خواننده فکر میکنم و دیگه مسیر حرفه‌ای من از همون سال 1348-9 بود تقریبا. اون موقع شروع، من سرباز بودم، اولین سال سربازیم بود که شروع کردم در شو فرخزاد و به صورت حرفه‌ای کارم رو ادامه دادم. خب شما در خارج از ایران حدود 13 نوار مختلف رو به بازار ارائه دادید که موفق بودن. کدام این آهنگ‌های شما بیشتر موفق بودن و فکر میکنید چرا؟ و بیشترین آلبوم های خودتون رو با کدوم کمپانی صدا ضبط کنی شما کار کردید و پر کردید؟ و با مسئله اینترنت، این کمپانی ها در کجای کار هستند و حتی هنرمندان ما که کار رو مشکل میکنه از نظر پول ساختن، ممکنه یه مقدار در این زمینه به ما آگاهی بدید؟ الان متاسفانه کمپانی ها که دیگه با حضور اینترنت از بین رفتن. اصولا تکنولوژی، هر پدیده تکنولوژی که به وجود میاد یه چیزایی رو از بین میبره، یه چیزایی رو جایگزینش میکنه. الان فعلا در مرحله هستیم که داره از بین میبره، هنوز چیز اساسی جانشینش نشده که هنرمندا بتونن بهره ای ببرن به اون صورت. یه چیزایی هست ولی نه به اون صورت. پس امکان داره که هنرمندا خودشون مجبور بشن کارشون رو خودشون ضبط کنن و ارائه کنن؟ بنابراین حالا همیشه این کار رو خودمون میکردیم، خودمون ضبط میکردیم و کمپانی ها هزینه شون میپرداختن. الان که دیگه فروش نمیره، کمپانی ها هم دیگه تقریبا از بین رفتن، ولی خب به هر حال ما کارمون رو نمیتونیم متوقف بکنیم، کارمون رو ادامه میدیم. و هم کما اینکه من الان بازم یه آلبوم جدید ضبط کردم، 10 تا آهنگ توشه، ویدیوهاشو دارم ضبط میکنم. این دیگه جزوی از زندگی ما هست، جزوی از وجود ما هستش که این کار رو مثل یه هنرپیشه‌ای که نمیذارن بره فیلم بازی کنه و این جزء وجودشه، اگه آرزوشونه که بخونه یا بره فیلم بازی کنه. این کار رو به هر حال ما انجام میدیم، شاید راه هایی وجود داشته باشه و به خاطر اینکه
حضور داشته باشیم در جامعه و در کار خودمون، مجبور هستیم که خب این سیدی ها رو بزنیم. شاید من امسال فکر کردم به قیمت خیلی ارزون، حتی کاستش مثلا 5 دلار 6 دلار در اختیار مردم بذارم. علتش هم اینه که نه فقط به خاطر فروش یا پوله، چون پولش برای خرج خودش تکثیرش مصرف میشه، فقط به خاطر ثبتشه. ثبتش که اینا در خانواده ها حضور داشته باشه و نسل ها. حالا اگر فرض کنیم 5000 تا این سی دی ها رو پخش میکنیم، 3000 تاش هم از بین بره و نابود بشه، شاید 2000 تا از اینا بمونه در خانه ها و بدونن که آهنگسازش کی بوده، شاعرش کی بوده، تنظیم کنندش کی بوده. به هر حال اینا میشه گفت یه حالتی از تاریخ حال موسیقی جامعه خودمون هستش. آیا دوست دارید پیامی به دوستداران خودتون بدید و یا پیامی به جوانانی که صدای خوش دارن و مسیر شما رو دوست دارن طی کنن، به خصوص به عنوان یک هنرمند، آیا درد دلی دارید که از طریق این تلویزیون بخواید بیان کنید و به گوش هموطنان برسونید؟ والا درد دل که خب ما همه خیلی زیاد درد دل داریم، اگه بخوایم بشینیم فکر میکنم تمام وقت تلویزیون شما به درد دلای ما نرسه. ولی اصولا من آدم منفی نیستم. من معمولا زیبایی ها و چیزهای مثبت رو بیشتر بهشون توجه میکنم. و اشاره کردیم به جوانای داخل کشور. جوانا واقعا الان به دلیل تکنولوژی خب خیلی راحت شده، در دسترس همه چی قرار گرفته، مخصوصا وسایل موسیقی. اینه که توجه باید بکنن، ببینن که واقعا اون استعداد دارن یا ندارن، صرفا به خاطر اینکه یه فیلمی ازشون پخشه، یه صدایی ازشون پخشه، وقت و زندگی خودشون رو تلف نکنن. و مملکت احتیاج به یه سری نیروی سازنده داره که باید در جهت‌های مختلفی مصرف بشه، نه اینکه بیان و فقط یک چیزایی که حس میکنن، فکر میکنن که بلدن انجام بدن. سپاسگزار از پذیرا شدن دعوت ما. مرسی. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.